اولیش پسوند ببخشید پسوند کی هست که گاهی اوقات به شکل پسوند کو هم ما اینو خواهیم دید. الان این پسوند کی چیه؟ باز اینم یکی از پسوندهایی هستش که بچه ها خیلی توش اشکال و ایراد دارن و یکم میگن درکش سخته، در حالی که اصلا اینطوری نیست. ببینید این چند تا کاربرد داره. کاربرد اول پسوند کی رو میگم، ما قشنگ گوش کنیم. به کلمات مربوط به زمان اضافه میشه. اینو حواستون بهش باشه. به کلمات مربوط به زمان اضافه میشه. آ کلمات مربوط به زمان چه کلماتی هستن؟ مثلا کلمه گون، روز، کلمه مربوط به زمان دیگه. دون، دیروز، کلمه مربوط به زمان دیگه. یرن، فردا، مربوط به زمانه. یا مثلا حالا سونرا، بعد، میتونیم یه پرمان که مربوط به پاردون مربوط به زمان در نظر بگیریم. یا اونجه، قبل. باز من اونجه باز مربوط به زمانه. یا مثلا آی، ماه، هفته، یا مثلا یل یا سنه. ببینم اسلش این کجاست. بله حالا اسلش من ستاره بزنم. یل یا سنه، اینا کلمات مربوط به زمانه. اگر این کیه مهربون یا کو که توضیح میدم حالا چه فرق با هم دارن، بیاد اضافه بشه به آخر این کلمات که مربوط به زمانن، معنی چندان چیزی نمیدن، یعنی معنی کلمه رو چندان عوض نمی کنن، فقط نقش کلمه رو عوض میکنن. این خیلی مهمه. یعنی اگر این کیه و کیه بیاد اضافه بشه به آخر گن، دن، یارن، سون، راس، اونجه و غیره، اینا رو تبدیلشون میکنه به صفت. که چی باشه؟ تبدیل به صفت میکنه که پشت اسم بیاد. یه سوال، آقا مگه اینا به تنهایی نمیتونن پشت اسم بیان؟ چرا اینا رو صفت میکنیم که بتونن پشت اسم بیان؟ جوابشو خدمتتون خواهم. اما قدم به قدم، اول از این که این کی با این کوه چه فرقی داره؟ این فرقو داره که دوستان ببینید، کی رو ما زمانی استفاده میکنیم که آخرین حرف صدادار کلمه‌مون یا آ باشه، یا او باشه، یا او باشه، یا او باشه، یا ا باشه، یا ای باشه. اوکی؟ از 8 حرف صدادار کی رو زمانی استفاده میکنیم که آخرین حرف کلمه که قراره بهش کی اضافه کنیم یکی از این 6 تا باشه. پس کی رو که استفاده میکنیم، دقیقاً کی رو هم برای 2 تا حرف صدا دار استفاده میکنیم. یعنی اگر آخرین حرف کلمت او و ای باشه، اون موقع هم از پسوند کی استفاده میکنیم، دیگه کی استفاده نمیکنیم. چرا اینطوریه؟ دیگه اینطوریه دیگه، من نمیدونم، قانونش اینه. پس 6 تا حرف صدادار برای کیه، 2 تا حرف صدادار برای کیه. پس این از این تکلیف مشخص شد که کی از کی، کی از کی استفاده میکنیم. اما بیا مورد اول، من عرض کردم خدمتتون که اگر این کی و کی رو اضافه کنیم به آخر گون، دون، یرن، سون، را، اونجه، میشن صفت که بعد قبل اسم بتونن بیان. و یه سوالم مطرح کردیم که آقا مگه نمیشه مثلا
آره مثلا بوگون، بوگون میشه امروز، این کلمه مربوط به زمانه. اگه نمیگیم بوگون رو بگیم، بعد مثلا کلمه توپلانته رو بگیم به معنی جلسه، چرا باید بگیم بوگونکو توپلانته؟ درسته، بوگونکو. این چرا باید با کوه بگیم و بدون کوه نمیشه؟ اول از این که بدون کوه هم میشه گفت، یعنی بوگون توپلانته با بوگونکو توپلانته از نظر گرامری درسته، ولی از نظر معنایی درست نیست. اول از این که بهتره بعد بوگون اینجا کاما یا ویرگول قرار بگیره، بهتره. بعدش هم این که وقتی که میگیم بوگون توپلانته یعنی امروز جلسه، یعنی اگر بخوایم امروز رو با جلسه یکی کنیم، یعنی بگیم جلسه امروز، باید از این دومی استفاده کنیم. از این اولی استفاده کنیم میشه امروز جلسه. مثلا امروز جلسه یک ساعت مثلا بعد شروع میشه، یا امروز جلسه کنسل شد، امروز جلسه مثلا ساعت 5، حالا هرچی. ولی اگر امروز رو رفت بخوایم بدیم به آخر توپلان، یعنی به اسم یا به توپلانته، باید به این یکی یا کیو به کلمه مربوط به زمانمون اضافه کنیم، بشه صفت، تا به اون اسم رب پیدا کنه. پس بوگون که توپلانته میشه جلسه امروز. بوگون توپلانته یعنی امروز جلسه. پس به این نکته خیلی مهم شما توجه بکنید. حالا بقیهش هم اینطوریه. مثلا میگیم بویل، بویل، بویل مثلا آره اکوب مدرسه. یکی از بگیم بویل کیب اکول، یکی هم از بگیم بویل اکول. خب بویل میشه امسال، بویل اکول میشه مدرسه امسال، یا امسال مدرسه. اما اگر بخوایم بگیم مدرسه امسال، باید بگیم بویل کی اکول. پس مدرسه امسال میشه بویل کی اکول. امسال مدرسه یا مدرسه امسال میشه بویل اکول. پس این حواستون بهش باشه. یا مثلا میگیم چی؟ مثلا میگیم سونرا، این حالا معنی نمیده. سونرا مثلا چی بگم؟ سنف. سونرا سنف یعنی بعد کلاس. سونرا سنف میشه بعد کلاس. اما اگر بخوایم بگیم کلاس بعدی، باید به آخر سونرا یکی اضافه کنیم، بشه سونراکی، بعدش هم که سنف رو بیاریم. پس سونراکی سنف میشه کلاس بعدی، سونرا سنف میشه بعد کلاس. حالا سنف سونرا میشه کلاس بعد، حالا این اصلا کلا معنی نمیده. پس به اینا خیلی دقت کنید. کاربرد خیلی 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 مهم کی؟ یکیش این بود که خدمتتون گفتم، یکی این گرامر بود که ما برای این که بخوایم کلمات مربوط به زمان و صفت کنیم و با اسممون در ارتباط باشه، به هم ربط پیدا کنن، ما این کار رو انجام میدیم. پس این هست، این یک کاربرد. کاربرد دوم به صفات ملکی اضافه میشن. صفات ملکی چیا بودن؟ بنیم، سنین، اونون، بیزیم، سیزین و اونلرن. اونلرن اوکی.
خب به اینا ما میایم کی اضافه میکنیم که چی بشه؟ یعنی بینیم کی، سنین کی، اونون کی، بیزیم کی، سیزین کی و اونلارن کی. طبیعتا میچسبه. خب که چی بشه؟ که از تکرار مجدد کلمه پرهیز کنیم. یعنی چی؟ مثلا میگم بینیم اویم مثلا کوچک، خونه من. من باز اینا رو مشکل دارم. کوچک، خونه من کوچیکه. الان طرف مقابل من میتونه بگه بنیم اویم ده کوچک، یعنی میتونه بگه که خونه من هم کوچیکه، یا میتونه بگه بنیم اویم بیوک، حالا هرچی باشه خونش دیگه بیوک. اوکی، پس ما این طرف من که این جمله رو میگم بنیم اویم کوچک، این طرف مقابل من میتونه هم بگه بنیم اویم ده کوچک، یعنی خونه من هم کوچیکه، میتونه بگه بنیم اویم خونه من بزرگه. خب الان این بنیم کی، سنین کی، اونون کی، بیزیم کی چه کاربردی میتونن تو این جملات داشته باشن؟ این کاربردو میتونن بگن وقتی که من میگم بنیم اویم کوچک، این طرف مقابل من برای این که نگه بنیم اویم ده کوچوک، یعنی برای این که این اویم رو تکرار نکنه، میاد به جای اویم میگه بنیم کی ده حالا کوچوک. پس متوجه شدین چی شد؟ چون ما تو جمله اول بینیم اویم رو به گفته بودیم، اشاره کرده بودیم، نام برده بودیم، طرف مقابل دیگه لازم نیست اویم رو دوباره تکرار کنه، کافیه که یک کی بذاره به آخره بینیم و بگه بشه بینیم که کوچک، یعنی مال من. پس بینیم که مال من، سنین که مال تو، اونون که مال اون، بیزین که مال ما، سیزین که مال شما، اونلارین که مال آنها. یا مثلا اینجا میگه که بنیم که بیوک. ما فقط به جای اسم مالکیت، یعنی اسمی که حالت مالکیت پس و مالکیت گرفته، ما کی رو میاریم به جای اون اسم کی رو میاریم، نه چیز دیگه. پس حواستون به این باشه، میگم بنیم بابام افده، شما میگید بنیم که ایشته، پدر من خونه است، شما میگید مال من سر کاره. یعنی هم برای آدم ها این کیا رو استفاده میکنی، هم برای اشیاها. یا شما هم میگید بینیم کی ده افده، مال من هم تو خونه است. وقتی که شما میگید بینیم کی، من یه متوجه میشم به عنوان شنونده که منظور شما از بینیم کی چیه، یعنی پدر شماست. میگم که بینیم پارام چانتا دا، پول من در کیفه، شما میگید بینیم که جبیم ده، مال من تو کیه جیبمه. باز شما وقتی که میگید مال من یا سنین که مثلا جبیم ده یا سنین که نرده، از این زمایر که استفاده میکنید، من دیگه به عنوان شنونده یا هر کسی به عنوان شنونده که اول جمله منو شنیده بود بعد جمله شما رو میشنوه، متوجه میشه منظور سنین کی بینیم کی که میفرماید یا برای هر زمیره دیگه چیه، منظور پوله. پس این کاربردش هم اینه، این خیلی آسونه کاربردش. پس یک شد برای کلمات مربوط به زمان اضافه میشه، کاربرد دو شد میاد به آخر این صفات ملکی اضافه. اما کاربرد سوم به شکل دکی و داکو میاد. دا
داکی میاد. پس دکی و داکی. این دکی و داکی چیه دوستان؟ این یه داستان کوچولو داره. اگر این داستانو میگم متوجه نشدید برگردی از اول گوش کنید، 100% بار اول متوجه میشین. اینو قشنگ یاد بگیرید آسونه. باز خیلی اینو توی کلاس ها کش میدن. ببینید دکی داکی که استفاده میکنیم، دکی داکی رو زمانی استفاده میکنیم، یعنی وقتی که بخوایم یک جزئی رو، یک چیز کوچیکی رو، یک جزئی رو در یک کل بگیم. یعنی چی؟ مثلا یک کل در نظر بگیرین. یک کل یعنی چی؟ یعنی مثلا یک خونه در نظر بگیرید، یک ماشین در نظر بگیرید، یک کیف در نظر بگیرید، هر چیزی رو. هر چیزی میتونه کل باشه. حالا چیزی که تو اون کله، چیزی که تو کیف باشه، چیزی که تو خونه باشه، چیزی که تو ماشین باشه بخوایم بگیم، از این دکی داکی استفاده میکنیم. توی فارسی معنی و ترجمهش میشه درکه. دقیقا ترکیش همونه. این کیها رو همون ما که معنی میکنیم، این دودار رو هم همون پسوند دره دیگه. مثلا ما مثلا میگیم که کتابی که در کیفه. دقت کنید، کیف یک کله، کتاب یک جزء داخل کیف. میگم کتابی که در کیفه، یعنی اون جزئی که در یک کله. منتها در ترکی اول اون کله رو میگن، یعنی اول اون چانتا رو میگن، بعد میان کتاب یا جز رو میگن. توی فارسی اول جز میگن بعد کل، توی ترکی اول کل رو میگن، اصلیه رو میگن، اصل کاریه رو میگن، بعد جز رو میگن. اینجا اصل کاریه چانتا هست. ما با توجه به این که آخرین حرف صدا داره چانتا آه، ما داکی اضافه میکنیم آخرش، میشه چانتا داکی. حالا چانتا داکی چی؟ چانتا داکی کتاب، کتابی که در کیفه. دقیقا از آخر بخونیم مثل فارسی میشه کتاب، کتابی که در کیفه. مثلا کتابی که در کیفه مثلا قرمزه، آبیه، گرونه، ارزونه، جدیده، قدیمیه، مال منه. مثلا چانتا داکی کتاب بینیم که. میتونید از اون صفات ملکی هم استفاده کنید دیگه که کی دارن. بینیم که مال منه. چانتا داکی کتاب سنیم که مال توه. چانتا داکی کتاب مثلا آر سنگینه. یا مثلا یه مثال دیگه میزنم، یه حیات، یک باغچه، یه باغچه‌ای رو در نظر بگیرید، این کله دیگه. الان جز چی میتونه باشه؟ مثلا گل‌هایی که توی باغچه هست میتونه باشه، میتونه یک ماشین باشه تو حیات. مثلا میگیم ماشینی که در حیاته، میگیم باغچه دکی آرابا، باغچه دکی آرابا، ماشینی که در حیاته. یا باغچه‌ای که انسان‌ها، آدمایی که در حیاتن، یعنی آدما یک جزئی هستند در یک کل به نام باغچه. ماشین یک جزئی داخل یک باغچه. و باغچه‌ای که انسان‌ها، باغچه‌ای که چیچکلر، گل‌های در باغچه. پس دیدین بخوایم یک جزئی رو در یک کل بگیم، بعد از این دکی داکی استفاده کنیم. اول کل رو میگیم، دکی داکی اضافه میکنیم، حتی به شکل تکی و تاکی هم میاد اگر آخر این کلمه حالا یک کسب ترکفش باشه. مثلا میگیم که مثلا پارک، پارک رو در نظر بگیریم به عنوان مجموعه کل، بگیم که بچه هایی که در پارکن. خب بچه میشه چوچوک، بچه ها میشه چوچوکلار. میگم پارک تاکی، پارک تا کی، چی؟ پارک تا کی؟ چوچوکلار.
خب بچه هایی که در پارکن چی؟ پارکتکی چوچوکلار اوینیورلار، پارکتکی چوچوکلار گلیورلار، هزار تا میتونید جمله به این بنویسید. اینم از این گرامر کی.